آیا جشن گرفتن سالینم جایز است؟ سال هم به آخر رسید و شب 31 دکبر در خانه های اکثریت مردم تاجیک و دیگر مسلمانان آرزوها کرده از بابای برفی تحفه ها خواسته می شود. یعنی سال نو در خانه های مردم مسلمان تاجیک جشن گرفته می شود؟ مگر حیرت آور نیست؟ خودی سال نو چیست و چرا ما آن را جشن می گیریم؟ تاریخ سال نو با بابای برفی که با لقب سانتا کلاوس یعنی سانتا روحانی و کلاوس نیکلای می باشد تکیه می کند. سانتا کلاوس که نام اصلیش نیکلای اوگودنیک یعنی منفیت پرست بود، در سرزمین میره در ترکیه حاضره زندگی کرده است. او با علم یکتاپرستی ضدیت داشت و خود را دشمن اشدی یکتاپرستی میدانست. نام سانتا کلاوس از این شخص گرفته شده است. جشن سال نوی در روسیه به قرن‌های پیش تکیه میکند. تقریبا هر سال روز 29 دکبر روس‌های اسلاویان یک دختر زیبا را انتخاب کرده او را به درخت ارچه میبستند و تا از سردی هلاک شدنش او را همانجا نگاه داشته، پس شکمش را پاره کرده اعضای او را به ارچه میآویختند و از روح ها مدد می طلبیدند. اعضای دختر را حیوانان وحشی تناول می کردند و به اعضای باقی مانده نگاه کرده پیشگویی سال آینده را می کردند. در همان زمان این دختر را ملکه برفی یعنی سنگوروچکا و اجرا کننده این کار غیر انسانی را بابای برفی یعنی سانتا کلاوس می نامیدند. چطوری که قید کردم، سال نو به دین ما اسلام هیچ وابستگی ندارد. به خود مثال آرید، همسایه دارد و اون نصرانی است. او شب 31 در گرد ارچه آرزوها کرده سال نو را جشن میگیرد و همان وقت شما هم همین کار را میکنید، یعنی ارچه را آرایش داده در گرد آن رقص و بازی میکنید. این همسایه نصرانی شما را دیده چی میگوید؟ آیا این همسایه من نصرانی شد؟ گفتنش طبیعی است. هنگامی که این نصرانی از عمل شما را به خود شباهت میدهد، پس شما چطور میتوانید حدیث پیامبر را که فرمود کسی به کدام قوم پیروی نماید او از آن هاست رد کنید؟ پس جواب با وجدان و ایمان شماست. آیا به مسلمان تاجیک میشاید روزی رستاخیز با نصرانی ها در نزد الله بازیستد؟ آیا این را میخواهید؟